در بوستون هیچ کس آرامش ندارد. پلیس به مردم دستور داده که در خانه هایشان بمانند. بعد از بمبگذاری ها در ماراتون و شوک وقایعی که پیش آمد و تیراندازی به مظنونین، واکنش مردم چیست؟ صحنه شگفت انگیزی است. تمام شهر بوستون و حومه هایش تعطیل شدند. میلیون ها نفر در این وضعیت قرار دارند. عملیات پلیسی بی سابقه است. پلیس میگوید سالهای سال است به چنین وضعیتی بر نخورده است. هلیکوپترها را میبینیم که بر فراز سرمان پرواز میکنند و در خیابان گارد ملی مستقر شده است. صحنه واقعا نفسگیری است. شاید از وقایع 11 سپتامبر تا کنون این نوع حضور پلیس در خیابان ها سابقه نداشته باشد. درباره مظنونین و انگیزه هایشان چه می دانید؟ دو چچنی جوان مسلح و خطرناک توصیف شدند؟ این برادرها به شدت مسلح بودند و به سمت افسران پلیس مواد منفجره پرتاب کردند. تیراندازی هم انجام شده. در تیراندازی بین آنها و پلیس یکی از مظنونین کشته شده و مظنون دیگر فرار کرده. ماموران پلیس در جستجوی او هستند و ما هم تلاش می‌کنیم درباره‌شان اطلاعات بیشتری به دست آوریم. رئیس جمهور اوباما و دولت او مشغول بررسی سابقه آنها هستند و می‌خواهند بدانند آیا ارتباطی میان آنها و گروه‌های بین‌المللی تروریستی وجود دارد یا نه. باراک اوباما بعد از انفجار در مسابقه دوری ماراتون گفت که معلوم خواهیم کرد که عاملین این حادثه چه کسانی بودند و انگیزشان چه بوده است. خیلی عجیب است که درست پس از حمله کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. معمولاً برای این عملیات تروریستی کسی مسئولیت آن را میپذیرد و میگوید که این عملیات کار آنها بوده است. ظاهراً این دو نفر اعلام نکردند که این کار از سوی آنها انجام شده و پلیس با استفاده از کمک مردم محل آنها را پیدا کرده و شب پیش عکس‌های آنها را منتشر کرده و دو ساعت بعد در تعقیب آنها بوده است. تامان برادلی از شما سپاسگزارم.